درود بر مردم شجاع میهنم به دومین بسته خبری امروز از کانال آوای ایران خوش آمدید. در دقایق پیش رو با اخباری فوقلاد مهم در خدمت شما عزیزان هستیم. سرخط خبرها بیانیه دفتر نخست وزیری اسرائیل خطاب به نصرالله و جمهوری اسلامی آماده باشید. وضعیت نامشخص توماجی صالحی واکنش شدید کاربران و وکلای دادگستری، بیانیه دفتر نخست وزیری اسرائیل خطاب به نصر الله و جمهوری اسلامی آماده باشید حوالی اصر روز شنبه دفتر نخست وزیری اسرائیل با تایید افزایش شدید درگیری ها در مرز لبنان و اسرائیل به گروه حزب و نیز فرماندهان قدس سپاه هشدار داد که آماده باشید زیرا این نبرد طولانی خواهد بود بر اساس ارزیابی سایت های نظامی تا امروز نزدیک به 100 هزار سرباز اسرائیلی در مرزهای شمالی با لبنان مستقر شدهاند، و آماده ی حمله زمینی به مناطق تحت تسلط حزب الله هستند. همچنین ارتش اسرائیل ساعتی پیش برای چندمین بار در حملات موشکی پایگاه های وابسته به حزب الله و جمهوری اسلامی را در حومه دمشق هدف قرار داد. روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای اولین بار از کشته شدن دو نیرویش در سوریه خبر داد. سپاه در بیانیه‌ای که صدا و سیمای جمهوری اسلامی آن را منتشر کرد نوشته است که این دو نیروی نظامی در حین انجام مأموریت مستشاری در جبهه مقاومت اسلامی سوریه کشته شدند. بامداد امروز اسرائیل به مناطقی در حومه دمشق حمله کرده بود. در اطلاعیه سپاه در مورد نحوه کشته شدن این دو نفر اطلاعاتی منتشر نشده ولی تأکید شده که اسرائیل مسئول کشته شدن آنها بوده است. هویت دو نفری که کشته شده اند محمد علی عطایی شورچه و پناه تغیزاده است. بامداد روز شنبه خبرگزاری دولتی سوریه اعلام کرد که اسرائیل به چندین نقطه در حومه دمشق پایتخت آن کشور حمله کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا اعلام کرد که حملات بامداد شنبه به منطقه سید زینب در حومه جنوبی دمشق بوده است. یعنی جایی که گفته می شود در آن نیروهای ارتش سوریه با حزب الله لبنان گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی همکاری می کنند. نیروهای اسرائیل و حزب الله لبنان در روز شنبه در دومین روز از درگیری ها، پس از توقف آتش بس در غزه در مرز اسرائیل و لبنان به تبادل آتش پرداختند. حزب الله در بیانیه اعلام کرد که یکی از جنگجویانش در این حملات کشته شده است اما زمان این رویداد را مشخص نکرد. به گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، سه نفر در جنوب لبنان بر اثر گلوله باران روز جمعه اسرائیل کشته شدند. به گزارش رویترز، حزب الله گفت که دو تن از کشته شدگان از اعضای این گروه بودند. حزب الله همچنین اعلام کرد که مواضع اسرائیل را موشک باران کرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد دو خمپاره که از لبنان پرتاب شده بود در مناطق باز در مرز شمالیش سقوط کرد. ارتش اسرائیل گفت که در پاسخ به محل پرتاب این خمپارها و سایر نقاط جنوب لبنان حمله کرده است. همزمان امروز صبح امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه بی سواد جمهوری اسلامی درباره سرگیری جنگ در نوار غزه گفت ضرورت دارد همه کشورهای اسلامی تلاشهای خود را برای متوقف کردن این حملات افزایش دهند. امیر عبداللهیان ادامه داد در سفر هفته گذشته به بیروت از رهبران مقاومت شنیدم که در صورت از حملات اسرائیل پاسخ مقاومت پشیمان کننده و سختتر از قبل خواهد بود پس از حمله تروریستی نیروهای حماس به شهروندان اسرائیل در اورشلیم آتش بس موقت میان اسرائیل و گروه حماس تمدید نشد و ارتش این کشور عملیات نظامی در غزه را اثر گرفت آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که از آتش بس موقت استقبال کرده بود بعد از لغو تمدید آن حماس را مقصر دانست و تاکید کرد با قدرت از اسرائیل حمایت می‌کنیم روزنامه فاین نشنال تایمز روز جمعه اول دسامبر برابر با دهم ده آذر ماه به نقل از چند منبع آگاه گزارش داد اسرائیل در حال ریزی عملیاتی علیه حماس است که به مدت یک سال یا بیشتر ادامه خواهد داشت و فشرده ترین مرحله حمله زمینی تا اوایل سال 2024 ادامه خواهد داشت بر اساس این استراتژی چند مرحله ای نیروهای اسرائیلی که در شمال غزه مستقر هستند به عمق جنوب این منطقه حمله می کنند. این اهداف شامل کشتن سه رهبر ارشد حماس یعنی یحیی سنوار، محمد دیف و مروان ایساست و در عین حال تضمین یک پیروزی نظامی قاطع علیه 24 گردان و شبکه تونل های زیرزمینی این گروه و از بین بردن توانایی حکمرانی حماس در غزه است. یک منبع آگاه از طرحهای اسرائیل گفت این یک جنگ بسیار طولانی خواهد بود. ما در حال حاضر به نیمه راه دستیابی به اهداف خود نزدیک نشده ایم. به گفته ی منابع استراتژی کلی اسرائیل در غزه ان پذیر است و زمانبندی آن به عوامل متعدد از جمله پیشرفت عملیات در زمین، فشار بین المللی و فرصتهایی برای آزاری گروگانهای اسرائیلی تعیین می شود. افراد آگاه تخمین زده اند که ادامه عملیات زمینی در شدید ترین حالت احتمالاً به چند ماه دیگر زمان نیاز خواهد داشت و حتی بعد از سال جدید میلادی هم طول خواهد کشید. آتش بسه شکننده یک هفته ای روز جمعه با سر گرفتن درگیری ها فرو پاشید. اسرائیل اعلام کرد که برای از بین بردن حماس به نبرد باز می گردد. یکی از افرادی که از گفتگوهای آمریکا و اسرائیل درباره جنگ مطلع است گفت این جنگ در چند هفته تمام نخواهد شد. پس از آن مرحله انتقال و تثبیت با شدت نظامی کمتر وجود خواهد داشت که می تواند تا اواخر سال 2024 ادامه یابد. در حالی که محل حضور نیروهای زمینی اسرائیل در این مرحله هنوز مشخص نیست برخلاف عملیات ها و جنگ های نظامی پیشین اسرائیل یک مقام اسرائیلی اشاره کرد که نقطه پایان قطعی وجود نخواهد داشت منابع میگویند در این نبرد داور سوت پایان را نخواهد زد که تمام است انتظار می رود که حمله زمینی اسرائیل به جنوب غزه نیز که تا کنون تنها توسط حملات هوایی پراکنده مورد هدف قرار گرفته بود به موازات آن آغاز شود مقامات اسرائیلی اشاره کردند که اکثر رهبری حماس بخش عمده از سفیز جویان و زرادخانه های موشکی و اکثر گروگان های اسرائیلی باقی مانده به جنوب غزه منتقل شدند. اسرائیل در مرحله انتقال و تثبیت جنگ که پس از عملیات اصلی زمینی انجام می شود، قصد دارد غزه را برای نظم جدید بدون حماس آماده کند. برخی از خودی ها گفتند که دولت اسرائیل گفتگوهایی را برای سپردن اداری امور غزه به تشکیلات خودگردان آغاز کرده اما به طور رسمی چیزی اعلام نشده است یکی از افراد آشنا با این گفتگوها با تاکید بر نیاز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر به حفظ متحدان اطلاف خود گفت هیچ کس حتی ایالات متحده نمیتواند در این مورد با آنها صحبت کند هنوز مشخص نیست قرار است غزه در آینده چگونه اداره شود وضعیت نامشخص توماج صالحی واکنش شدید کاربران و وکلای دادگستری واکنش ها به بازداشت مجدد و خشن توماج صالحی ادامه دارد کاربران شبکه های اجتماعی دستگیری او را آدم ربایی توصیف کرده و آن را ناشی از ترس حکومت در برابر حقیقت گویی دانستند سپیده رشنو فعال مدنی معترض به حجاب اجباری خطاب به او نوشت تنها نیستی و مردم شرافت را تنها نمیگذارند معموران لباس شخصی این خواننده رپ معترض را روز پنجشنبه نهم آذر در خیابانی واقع در شهر بابل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. صفحه توییتری توماج صالحی روز گذشته نوشت بازداشت او در خیابان و بدون ارائه هر گونه حکم غذایی، کارت شناسایی و با ضرب و جرح شدید همراه بود و ماموران لباس شخصی با قنداق تفنگ‌های کلاشینکوف و کلت کمری کتکش زدند. سالهی روز 27 آبان پس از تحمل بیش از یک سال حبس که 252 روز آن در انفرادی بوده با قرار وسیق از زندان آزاد شد. در واکنش به بازداشت دوباره این رپر مترز کاربران شبکه های اجتماعی در روز جمعه دهم ده آذر هشتک نام او را با حدود 75 هزار بار استفاده در شبکه های اجتماعی ایکس ترند کردند. برادرم توماج رو دوباره دستگیر کردید توماج زندگیش رو برای مردم گذاشته ما مردم جونمون رو برای آزادی این کشور گذاشتیم و میذاریم سیل خروشان مردم روزی کسافت جمهوری اسلامی رو میشور و چیزی ازش باقی نمیذاره ما ادامه داریم جمعه ده, ده آزار بودیبان امامانی رو ندیدی فساد ندیدی شلی که مستقیم سپاهو ندیدی مافیات رو ندیدی رانت رو ندیدی توفه به چی فروش آب و خاک ندیدی سپیده ی رشنو در اینستاگرام خود خطاب به او نوشت توماج، کاش صدایی در گوشت زمزمه کند که این بار هم تنها نیستی. قدرت همیشه با مردم است و مردم شرافت را تنها نمیگذارند. او گفت مردمی که روی سپید توماج صالحی را دیدند، قدرت ایستادن کنار یکدیگر را باور کردند. رویا و زندگی در تو ادامه دارد. تو در اسارت هم به بند کشیدنی نیستی، تو آزادی، تو وحشیانه آزادی. حدود یک هفته پیش تصویری در رسانه های اجتماعی منتشر شد و باستا پیدا کرد که نشان میداد توماج صالحی و سپیده رشنو با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. بسیاری از پست های منتشر شده در شبکه اجتماعی ایکس با این مضمون و پرسش بودند که توماج صالحی کجاست؟ برخی نیز با اشاره به ضرب و جرح او هنگام بازداشت درباره سلامتیش اظهار نگرانی کردند و نوشتن پای توماج سالحی که به دلیل شکنجه شکسته بود هنوز درمان نشده است. به گفته یک کاربر سیستم سرکوب جمهوری اسلامی در رویه تکراری افشاگری شجاعانه او از شکنجه های دوران بازداشتش را تاپ نیاورد و آن را با بازداشت وحشیانه دیگری پاسخ داد کاربر دیگری نوشت جمهوری اسلامی از کسی که محبوب و شجاع باشد میترسد تعدادی از کاربران هم گفتند شیوه بازداشت او بدون حکم و همراه با خشونت آدم ربایی است حسین رونقی فعال سیاسی در اینستاگرام خود نوشت از اینکه توماج صالحی را وسط خیابان با اسلحه کتک زده و دزدیده اند عصبانی است او خطاب به غلام حسین محسنی اجرایی رئیس قوه قضایی گفت برخورد ماموران زیر نظر این قوه با شهروندان این مملکت مثل حیوان است و اگر کسی اعتراضی کند بدترش میکنند خشم و نگرانی شهروندان از بازداشت خشونت آمیز توماج صالحی به دلیل صحبت اخیر او در ویدیویی است که در آن گفت دست و پای شکسته و بدجوش خوردش در زندان نیاز به جراحی دارد این رپر مترز در نخستین ویدیو پس از آزادیش از زندان گفته بود طی مدت طولانی من را شکنجه کردند به سرم و صورتم ضربه زدند و دست و پای من را شکستند او مرداد امسال هم در نامه از زندان گفته بود مأموران برای گرفتن اعتراف اجباری او را تحت شکنجه جسمی، روانی و دارویی قرار داده و در این مدت اعدام مصنوعی، اقامت در سردخانه و شکستگی بینی را تجربه کرده است. من خیلی شکنجه شدم اون موقع باز داشت دست و پای منو شکوندن یعنی تو صورتم و سرم خیلی ضربه می‌زدن. سعی می کردم اول با دستام جلوی ضربات زر... رو بگیرم که انگشتام میشکستن و بعد دیگه می... خیلی چیز حالا تعریف کردنی نیست جالب نیست ولی خیلی تایمش هم خیلی طولانی بود یکی از بچه های سیاسی به من گفت که اعتمالا اون چیزی که توی گردن زدن آدرنالین بوده برای اینکه بیهوش نشی و اون تایم شکنجه رو اون زمانی که شکنجت میکنن همش به باشی و درد رو تا اوجش تحمل کنی و این در مورد اعتراف که من پی هم ندادم دیگه همین روز آخر هم ساعت خانواده من ساعت 9 و ده صبح منتظر آزادی من بودن اول اینکه از پنج شنبه آزادم نکردن تا شنبه این طبق قوانین خود جمهوری اسلامیه که بیشتر از یک سال نمیتونستم منو با بازداشت موقت نگه دارن و همون 6 سالی هم که من دادم باز طبق قوانین جمهوری اسلامی نیست غیر قانونیه البته وقتی ما در مورد قانون خودشون باهاشون صحبت میکردیم میخندیدن که چی میگی و قانون چی میگی و ما میتونیم فلان کار میکنیم بر صورت آره و اون روز آخرم که روز شنبه که من آزاد شدم از صبح تا فکر کنم چهار پنج ساعت فکر میکنم بوده بودم پیش آقای براتی اومده بود قاضی پروندم و اون آقای اون اطلاعاتی که فکر کنم نمیدونم حالش کار است ولی خب کارشناس پرونده ای من یعنی بالاترین فکر کنم باشه توی پرونده ای من در واقع همونی که دستور شکنجه من داده بود اومده بود و صحبت میکردیم که پیجتو تو بهمون بده و حالا من نمیخوام یه حالتی باشه که داستان تعریف کنم ولی خب یه چند ساعتی اونجا صحبت داشتیم که منم میگفتم همینجا میمونم توی زندان ولی پیجم رو به شما نمیدم با گذشت یک روز از بازداشت توماج صالحی، پیام های متعددی از سوی شهروندان شخصیت های سیاسی و اجتماعی و نهادهای های مردم نهاد برای طرح خواست آزادی فوری او منتشر شده است. یاسمین پهلوی همسر شاهزاده رضا پهلوی در اینستاگرام خود و در پیامی به زبان انگلیسی بازداشت مجدد توماج صالحی را سند بیشتری برای بازی جمهوری اسلامی با جان مردم توصیف کرد و نوشت این رژیم هرگز قابل اعتماد نیست. او تاکید کرد هر حرکت جمهوری اسلامی برای تضمین بقا و گسترش اسلام بنیادگرایان است و جان انسان برای این متعصبان هیچ ارزشی ندارد یاران و همراهان گرانقدر به پایان این بسته خبری تحلیلی از آوای ایران رسیدیم یادتون باشه تین خبری ما با تحلیل‌های بروز و دقیق سعی در رساندن وقایع مهم روز البته بدون سانسور به شما عزیزان رو داره پس با لایک کردن و همچنین نوشتن نظراتتون به فارسی و انگلیسی زیر این ویدیو یاری رسان تیم خبری ما باشید. مانا و برقرار باشید، پاینده ایران و ایرانی.